به چی فکر میکنی عزیزم؟ به تو فکر میکنم، من همیشه به تو فکر میکنم. چی میخوای عزیزم؟ یه پسر میخوام. من همیشه در رویا یک پسر بودم. چایت رو میزه. ما برای خودمون کسی بودیم. تو چه کاره ای؟ من مهندس بودم. تو کارت چیه؟ مرده ها پول پلا لازم ندارن. دانی که چرا همی کند نبهگری، یعنی که نمود دشمن باید بداند ما شکست نخواهیم. دشمن دیوانوار بر سر مردم بمب‌های خوشه‌ای می‌ریزد و هزاران کشته بر جای. چی کار میکنی؟ که ایران و ایرانی را به اسارت در چی کار میکنم ها؟ نمیداند تن به خفت نمیدن. جنگ زبانه میکشد، کشته ها افزایش پیدا میکنند، اما ما از همیشه مصممتریم. دشمن باید یعنی یادت میاد رفته بودیم شمال برات خریدم، سر گذاشتم، چقدر خوشگل شده بودی. خوشگل که بودی، چقدر خوشگل تر شده بودی. آه یادش بخیر، یادش بخیر. بس روز سر جاش. نه یا من میخوام اون رو یادم بیاد. بابا بیا اینجا. از خوبه. یادت میاد این چه خوشگل بود؟ بذار سر دوباره. بس. این شد یه چیزی. یادت میاد چقدر خوشگل بودی؟ الیکا ما یه بچه کم داریم، یه بچه برام بیار. گلوله باران غرب تهران قطع شده و مرمت منطقه ادامه دارد. الیکا عزیزم من دارم میرم سر کار. در ضمن علی عمو زنگ زد گفت امشب داره میاد اینجا. میخوام ببینی که یک زن خوشگل زیبا داشتن یعنی چی؟ ناگفته نمونه که آشپز خوبی هم هست و چیزهای دیگه ای که نمیتونن بگن. این زن با استعداد کی قدر استعداداشو میدونه؟ وقتی شوهرش میگه علی داره میاد، برای علی شام درست کن. اگه مراد برای شام نیاد، اگه مراد اصلا خونه نیاد، وقت شامی که درست کردم چه فایده ای داره؟ زیبایی من چه ارزشی داره؟ زحمت کشیده، مرسی. قند بردار علی جان. قند برای سلامتی که خوب نیست. جنگ چطور؟ یالا مراد. به به علی آقا سلام. خوبم. صفا آوردی؟
چه عجب. بشین بشین راحت باش. بشین. راحت باشم. اینو که می‌بینی وایساده تمام روز تو صف وایساده سرپا عادت داره. امیدوارم که اشتهات امشب آورده باشی. ها؟ مراد جان میدونم این روزا سخت دو تا شکم رو سیر کنی. ولی خبر خوبی دارم برات. خب سر حالی دیگه چه خبر؟ میبخشی پسر اومد دستم بنده دارم دستورتم میشورم. میدونم امشب برای چی اومدی اینجا؟ منظور چیه؟ برای این. اوه این کجا بود؟ این چقدر دنبال این بودم؟ اینو جنابالی فراموشکار تو آخرین پارتیمون جا گذاشتی. پارتی شما؟ آره مال 4 سال پیش رو میگی؟ 4 سال پیش 400 سال پیش من امانت نگهدارم اینو برات نگه داشتم تقدیم به شما. خب داشتم میگفت اول غذا میخوریم بعد حرف میزنیم موافقین؟ چشم. چند نفر؟ 3 تا. فقط ما 3 تا. فکر میکنم ما میتونیم. ببین علی جان من از زحماتت ممنونم، از پیشنهادت ممنونم. میدونم که خودت رو به آب و آتیش زدی که اینجور چیزها رو برای ما فراهم کنی، ولی ما نمیتونیم همینجوری ول کنیم بریم. ما نمیتونیم فک و فامیلمون رو پشت سر بذاریم، نمیتونیم مردممون رو فراموش کنیم، نمیتونیم همینجوری مملکتمون رو ول کنیم بریم. که چی آقا؟ بعد از چندین هزار سال جنگ ها و تجاوز ها یونانی ها و اعراب و حالا ما به خواست خدا هنوز اینجا هستیم و اینجا میمونیم. چرا؟ چون ما آدمایی هستیم که مقاومت میکنیم، ما آدمای مقتدری هستیم، ما ایرانی هستیم. چو ایران نباشد تن من مباد. میفهمم مرا جان، ولی میخواستم بگم میشه این زن حرف بزنه؟ نه ببخشین، میشه این زن ایرانی حرف بزنه؟ چه ایرانی چه غیر ایرانی، همشون دائم حرف میزنن. وقتی این زن ایرانی حرف میزنه این مرد ایرانی باید گوش بده. چشم بفرمام. مرد باید مغرور باشه، مرد باید به خودش افتخار کنه، ولی قبل از همه چیز مرد باید مواظب خانوادهش باشه. الیکا جان این حرفا، بدون خانواده احترام و افتخار و حتی ملیت چه اهمیتی داره؟ مسئولیت یه مرد، کشور یه مرد با خانواده شروع میشه. عزیزم این حرف، من میخوام با صراحت حرف بزنم، هم برای تو هم برای علی. به خودم هم با صراحت گفتم من نمیخوام بمیرم. خسته شدم از اینکه هر وقت پات از خونه میذاری بیرون بترسم که دیگه بر نمیگردی. علی داره بهمون یه راهی نشون میده که بریم یه جایی که امنه. یه جایی که امنه؟ کجا امنه؟ کجا امنه؟ من پامو از در میذارم بیرون امنیت ندارم. تو هم تو این 4 دیواری امنیت نداری. این فقط 4 دیوار یه سقفه، نمیتونه فکر و ذکر و روح و جسم تو رو محافظت کنه. نه تو تهران، نه تو شمال، نه تو جنوب، نه تو ترکیه، نه تو فرانسه، نه حتی توی آمریکا. پس امنیت کجاست؟ دیگه امنیتی وجود نداره. زنی گفتن، مردی گفتن. مرد باید به خواهش زنش عمل کنه. و؟ خواهش زنش هم اینه که از اینجا بره. استغفر الله. ببخشید منظورم این که نبود شما. برای چی تو داری معذرت میخوای؟